بسم الله الرحمن الرحيم دعاء در وقت مشقت دعاء الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يعني هیچ معبودی به حق جز الله بزرگ و بردبار که پروردگار عرش بزرگ و پروردگار آسمان ها و زمین و عرش گرامی است وجود ندارد. فایده حدیث: فایده اول، کسی که در پی تحقق توحید باشد، قلبش جز به یاد الله تعالی به کسی و چیز جز او وابسته نخواهد بود. فایده دوم، اثبات صفت حلیمی و بردباری برای الله سبحانه و تعالی، برای الله سبحانه و تعالی و رحمت وی نسبت به همه مخلوقاتش می باشد. فایده سوم، شناخت اسما و صفات الهی سبب نزدیکی بیشتری بنده به پروردگارش می شود. فایده چهارم، تسبیح و ستایش الله سبحانه و تعالی از سبب های برداشته شدن مشکلات و غم و اندوه می شود. دعای دیگر: اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت. بار الها بر رحمتت امیدوارم، مرا به اندازه یک چش با هم زدن به حال خودم نگذار و تمام کارم را اصلاح کن، جز تو معبودی به حق وجود ندارد. فایده حدیث: فایده اول، مسلمان واقعی به قضا و قدر الهی راضی است، چی شیرین باشد و چی تلخ. فایده دوم، تکیه کردن به الله سبحانه و تعالی سبب برداشته شدن وسوسه های شیطانی و دفع ناامیدی از رحمت الله سبحانه و تعالی می باشد. فایده سوم، چاره اندیشی الله سبحانه و تعالی برای بنده بهتر از چاره اندیشی خود بنده است. دعای دیگر: لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یعنی هیچ معبودی به حق جز تو وجود ندارد، پاک و منزه هستی و من از جمله ظالمان بودم. فایده حدیث: فایده اول، بیان اهمیت یقین و توکل به الله سبحانه و تعالی که اینها جزء از عملهای قلب به شمار می روند. فایده دوم، اقرار به کمال الوهیت الله سبحانه و تعالی با اعتراف به کوتاهی عمل خود در طاعت الله سبحانه و تعالی بیانگر صداقت بنده است. فایده سوم، مژده به وقوع کشایش با پناه بردن صادقانه به الله سبحانه و تعالی. دعای دیگر: الله الله ربی لا اشرک به شیئا. الله الله پروردگار من است و هیچ چیز را به او شریک قرار نمی دهم. فایده های حدیث: فایده اول، میزان شخصان نیک در فراگیری علم و عمل و نشر آن. فایده دوم، اعلام دوری از نوهای شرک اکبر و شرک اصغر. فایده سوم، توسل به الله سبحانه و تعالی با نوهای توحید جهت دفع کردن غم و اندوه و مصیبت.